ویدیویی دیده شد که در اصفهان مردم ورزنی اصفهان با نیروهای ویژه سرکوب جمهوری اسلامی درگیر شدند و اتوبوسهایی را هم با آتش زدند. اگه بدونید من در برنامه سه‌شنبه‌ام در پایان شروع کردم به دفاع از اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی، دفاع کردم از انقلاب سفید و شاه و مردم. یک انقلاب اجتماعی در ایران، یک انقلابی که واقعا در مقاله خودم هم گفتم که ما در 100 و خورده سال گذشته 3 تا انقلاب در ایران داشتیم: انقلاب مشروطه، انقلاب رضا شاه بزرگ که موجب پیشرفت و اصلا به وجود آمدن ایران نوین شد، و انقلاب شاه و مردم محمد رضا شاه پهلوی آریامهر. و در برابر هر کدوم از این انقلاب ها ما با یک ضد انقلاب ارتجایی روبرو بودیم. یه بار شیخ فضل‌الله نوری دم از مشروعه میزد، محمد علی سلطان قجر مجلس رو به توپ میبست، بعد مرتجعین در برابر انقلاب مشروطه شکست خوردن، این بار سلطنه ها و دوله های قجری و آخوندها از در دوستی وارد شدند و انقلاب مشروطه رو دزدیدند و همون سلطنه ها و قجرها، سلطنت ها و دول سلطنه ها و دوله های قجری، همون انقلاب مشروطیت رو که آغازش بیداری مردم ایران بود از زمانی که ایران در قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای قسمت بزرگی از میهن از دست داد، ایرانمون از دست داد اون قسمت رو، جدا شدن از کشورمون، اون ضربه روحی باعث شد که از 1828 به بعد، من از اینکه این قراردادهای ننگین واقعا دل مردم ایران رو به درد آوردن، این بیداری آغاز شد. این بیداری با درد آغاز شد، با درد یک شکست، و ما رو از خواب طولانیمون بیدار کرد که عقب افتادیم از قافله تمدن. این بیداری طول کشید، مردم ما مقاومت میکردن در برای این بیداری، نمیخواستن باور کنن که عقب افتادن. رمالها و ملاها و اذانخونها هنوز هم ادعا میکردن که برکات الهی پیروز خواهد کرد ملت شیعه ایران رو، ولی دیدیم کار به جایی رسید که در 1919 همین سلطنه ها و دوله های قجری با دزدیدن انقلاب مشروطه در سال 1919 ایران رو به انگلستان به قیمت 300-400 هزار تومان فروختن. برادر همین خانم مریم کیانوری توده‌ای، مریم پیروز، برادرش نصرت الدوله فیروز، پسر فرمان فرمای بزرگ، وزیر خارجه و جز از امضا کننده اون قرارداد ننگین بود، ایران رو فروخت، به انگلستان هم فروخت. برای همین هم است که بی بی سی چند ماه قبل در روز جهانی زن به یاد خانم مریم فیروز یا کیانوری قصه میخورد و آقای مسعود بهنود روزخونی میکرد برایشون. چرا؟ چون در قرارداد 1919 دولت انگلستان تعهد داده بود با آقای نصرت الدوله فیروز که همواره از خانواده این شخص پشتیبانی خواهد کرد و مراقب خانواده ایشون خواهد. مثلا یکی از مفاد این قرارداد این بود که دولت انگلستان امضا کنندگان این قرارداد رو تأمین جانی به خودشون و خانوادهشون میده. آفرین بر بی بی سی و دولت انگلیس که هنوز که هنوزه به اون قرارداد باور دارن. من اینو خواستم با شوخی هم بگم، یه ذره آقای مسعود بهنود بدونه که فقط ایشون نیستن که به ریش ما میخندن، ما هم به ریش ایشون میخندیم. دوستان عزیز، چرا این مسئله رو عنوان میکنم؟ این انقلاب یکم بود، انقلاب دوم بود، انقلاب رضا شاه بود که بازم دیدیم اجانب روس و انگلیس به ایران تاختند و انقلاب دوم صنعتی فرهنگی ایران رو پایان دادن و ایران اشغال شد. مدتی محمد رضا شاه پهلوی آریامهر نیاز داشت که این آلودگی ها و سردرگمی هایی که با حمله نظامی به ایران آغاز شده بود رو پایان بده، مدتی زمان لازم داشت، و بعد در سال 41-42 به گاه شماری خورشیدی اسلامی میاد و این انقلاب شاه و مردم راه میفته. شش بهمن رفراندومه و ما میبینیم که 15 خرداد 42 ارتجاع قیام میکنه، ارتجاع چپ سرخ و ارتجاع سیاه آخوندی بازاری جبهه ملی، اینا رو از ضد این شورش میکنن. چه ربطی به جریان داره؟ بهتون میگم. انقلاب سوم هم با یک ارتجاعی روبرو میشه، این بار ارتجاع در یک مخلوطی از تهاجم بیگانه و پیوندش با ارتجاع داخلی میتونه در سال 57 به پیروزی برسه و ضد انقلاب 57 باعث میشه که ارتجاع در ایران به قدرت برسه.
وقتی ما صحبت میکنیم میبینیم کشاورزان در حومه اصفهان در روز نهم اسفند ماه سال 2571 شاهنشاهی ایرانی مطابق با 1191 سالروس الفرار آقای محمد ابن عبدالله از مکه مدینه مجبور هستند که یورش کنند به نیروهای یگانهای ویژه ارتجاع، من رو به یاد این میندازه که فراموش نکنیم، یادمون نره آقایون جبهه ملی، همیاران سرخ پوش ایدئولوژیک ما، آقای محمد لنین گرامی که نامتون رو نمیخوام اینجا بیارم، لقبی که دوستانتون به شما دادن و بیان میکنم، دوست عزیز و خبرنگار گرامی و محترم، یکی محترم ما که در رادیو و تلویزیون های هم برنامه دارید و با آقای محمد لنین عزیزمون مصاحبه میکنید، درود به شما که در پاریس گویا شایعاتی هست که شما مهماندار برای چی میگن خوش آمد از پاریس به نوفلوشاتا رفتید و خودتون و خانومتون مهمانداری میکردید از آقای خمینی. البته شایعه هست ولی خب بازار شایعات گرمه و شما دوستان هم با اون شایعات اومدید سال 50 از خمینی رو با الله اکبر به ایران آوردید، ما هم از این بعد این کار رو میکنیم. شایعه است دیگه، شایعه است، چون شایعه در برنامه های شما به حقایق تاریخی تبدیل میشه. خواستم به شما هم خبرنگار عزیزمون که روزی مهماندار خمینی در نوفلاشاتا بودید و شما آقای محمد لنین گرامی، چه نام زیبایی محمد لنین، دوستان شما به شما داده بودن، یادآوری کنم که وقتی از نهم اسفند در برنامه‌تون صحبت میکنی یادتون نره آن نه اسفند 31 که روانشاد دکتر محمد مصدق به اشتباه تلاشی کردن که محمد رضا شاه در اون زمان ایران رو ترک کنه و مردم ایران مقاومت کردن در برابر این مسئله و شما در برنامه‌هاتون میاد تاریخ رو تحریف میکنی یادتون نره از اون 9 اسفند شروع شد، از آن 22 اسفند 22 بهمن 57 ببخشید 15 خرداد 42 رسید 15 خرداد 42 رسید 22 بهمن و در 9 اسفند سال 1391 الفرار آقای محمد روانشاد محمد ابن عبدالله از مکه مدینه شاهد اون هستیم که دهقانان ایران مجبورن برای اینکه آبشون قطع نشه، برای اینکه تشنه نمونن، برای اینکه زمین‌های کشاورزیشون بدون آب نمونه، به جنگ نیروهایی برن، نیروهای انتظامی برن که در اصل این نیروهای انتظامی باید جلوی دزدها رو بگیرن. دزدها کیان؟ اون آخوندهایی هن که امثال شما نسل 57 به قدرت رسوندشون. یادمون نره برنامه من روز سه‌شنبه در اواخرش اینو می‌خواستم بگم که یادم نرفته بگم، آخر برنامه روز سه‌شنبه من شروع کردم درباره اصلاحات ارضی صحبت کنم و ثابت کنم که با آماری که امروز هم درباره صحبت میکنم و به شما نشون میدم دروغ گفتید شما نسل 57 درباره اصلاحات ارضی. شما به دروغ حمله کردید به اصلاحات ارضی، شما به دروغ گفتید که اصلاحات ارضی باعث نابودی روستا و کشاورزی شده. آماری که امروز به شما نشون میدم و روز سه‌شنبه شروع کردم نشون دادنش ثابت میکنه که شما به دلیل تعلقتون به ارتجاع، به ارتجاع فودالیست، به ارتجاع مذهبی مخالف اصلاحات ارضی بودید. شما میخواستید جامعه ایران عقب مونده بمونه. آقای محمد لنین گرامی و خبرنگار دیگری که در پاریس ببخشید در فرانسه گویا مهماندار امامتون خمینی بودید، گویا البته میگم امروز یادتون دیگه نمیاد این مسائلو، همیان محترمم شما و امثال شما بودید که آگاهی نداشتید از کوچکترین اصول جامعه شناسی. اگه داشتید به شما گفته بودن که در یک جامعه نیروهای فئودال همیشه مخالف پیشرفت و ترقی کشور هست. کشوری میتونه ترقی و پیشرفت بکنه و به دموکراسی برسه که در اون کشور ما فئودالیسم رو ریشهش خوش کنیم. شما هواداران محترم و عزیز روانشاد دکتر محمد مصدقی، خودشون هم از فئودال‌های عزیز ایران بودن، شماهایی که اومدید در سال 57 به نام اینکه استبداد است رفتید خمینی رو به ایران آوردید، شماهایی که میرید به محمد رضا شاه پهلوی بگی مستبد، اگر از کوچکترین اصول ببخش اینطوری بگم از اکابر، یعنی مدرسه اکابر هم وقتی دو کلاس درس جامعه شناسی به شما یاد داده بودن میدونستید، همتون از ماکس وبر صحبت میکنید، آقای اکبر گنجی از سلطانیسم ماکس وبر صحبت میکنه،
آقای اکبر گنجی که میدونم یه بار ماکس وبر رو نمیدونی اصلا خوردنی بودی آشامیدنی، فقط اسمش از جوجه شنیدی. اگه با کوچکترین اصول جامعه شناسی آشنا بودی میدونستی که یکی از پایه های سلطانیسم همین جریان فودالیسمه. محمد رضا شاه پهلوی به جنگ سلطانیسم رفت در سال 41 و 42 وقتی فودالیسم رو در ایران ریشه کن کرد با طرح اصلاح طرزی، و شما مرتجعین فودال مذهبی ایران رفتید به جنگ اصلاح طرزی. وقتی من میبینم در 9 اسفند سال 1391 که الفقار اسلامی دهقانان ایران باید برای اینکه آب دهاتشون، آب مزارعشون، زندگیشون تأمین باشه به جنگ نیروهای انتظامی برن، از خودم میپرسم که تا کی باید نسل سوخته من تحمل دروغهای شما رو بکنه. آقای مهندس شورتی، من میخوام یه ویدیوی رو پخش کنم، صداشو دیگه پخش نمیکنم چون مشکل تکنیکی زیاد میشه، من فقط تصاویر رو میخوام پخش کنم، امکانش هست آماده کنیم اینو؟ با اجازه بازم اسکرین شیر میکنم. البته دوستان عزیز بگم، اگه دوستان کمک میکردن مبلغی نزدیک 1800 2000 دلار کمک میکردن، من میتونستم این دستگاه رو بخرم که هر بار که میخوام یه ویدیو از برنامه پخش کنم این بازی ها رو نباید انجام بدیم. خب به من امدادهای غیبی نمیرسه، شاید اگه منم مخالف اصلاحات ارضی بودم این میشه. آقای شرفی تصویر الان دیده میشه؟ دوستان عزیز، من این تصاویر رو از اعتراضات دهخانان مردم اصفهان، حومه اصفهان رو به شما نشون میدم تا دوستانی مثل آقای محمد لنین و دوست خبرنگارشون همیان گرامیمون به یاد بیارن اون سالها و روزهایی که در کنار خمینی در ضد اصلاحات طرزی بودن. اگه شما این کارها رو نکرده بودید امروز مردم ایران به این وضع دچار نشده بودن. همین عزیز من درباره اصلاحات طرزی میخوام صحبت کنم، درباره انقلاب سفید شاه و مردم میخوام با شما صحبت کنم که جنگل‌های ایران ملی شد، منابع ایران ملی شد. من سوال میکنم اونایی که ادعا میکنن روانشاد مصدق نفت ایران رو ملی کرد، که این اشتباهه، چون نفت ایران پیش از نخست وزیری آقای مصدق ملی شد و اصلا ملی بوده. ما قراردادهای نادرستی با انگلیس داشتیم ولی ملی شد. حالا این وارد این بحث امروز نمیخوام بشم، سر موقعش آخر اسفند امسال به حسابی جریان رو برای شما باز خواهم کرد تا بدونید چقدر مردم ایران دروغ گفته شده. ولی خب شما بگم اونایی که به ادعای این که ملی شدن نفت و فلان و بهمان، از شما سوال میکنم چرا با ملی شدن جنگل ها مخالف بودن؟ چرا با ملی شدن آب های این کشور مخالف بودن؟ چرا با سپاه دانش و ترویج آبادانی مخالف بودن؟ چرا با حق رأی زنان مخالف بودن؟ اینا انقلاب سپید شاه مردم بود دیگه. چرا با سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات مخالف بودن؟ چرا با همه این مسائل مخالف بودن؟ این صحنه‌ای که مشاهده می‌کنید نتیجه ضد انقلاب 57 بود، ضد انقلابی که در سال 41 و 42 آغاز شد جریانش، مخالفت با انقلاب سفید شاه و مردم و جبهه ملی ایران و هواداران روانشاد دکتر محمد مصدق رفتن کنار خمینی ایستادن. این صحنه‌هایی که مشاهده می‌کنید که امروز ایرانی، من اینو بازم تکرارش میکنم، صحنه اعتراض مردم اصفهان و حومه، دوستان عزیز به این صحنه نگاه بکنید. ضد انقلاب 57 از 15 خرداد 42 نطفش گسته شد، مخالفتش با اصلاحات ارضی. من از خودم میپرسم چقدر بعضی از این آقایون که نامشون رو نمیارم هنوز میشینن و به شما مردم ایران دروغ میگن درباره اصلاحات ارضی. آقای شورتی گرامی، من الان دیگه این تصویر رو قطع میکنم، اگه شما لطف کنید تصویر من رو بذارید. میگم اگه دوستان کمک مالی میکردن من اون دستگاه رو میخریدم، مجبور نبودم هر بار که میخوام یه ویدیوی تصویر نشون بدم این کارها رو انجام بدید. تصویر من دیده میشه آقای شورتی گرامی؟ بله دوستان، من اینا رو هم میگم، حتی میگم من چون به محمد رضا شاه پهلوی فحاشی نمی‌کنم، جریان امدادهای غیبی نمی‌رسه ما 10000 15000 دلار، ولی خب ما تو همین 2-3000 دلاری هم که بعد سهم ماهواره بدیم گرفتاریم. این ما هم که تموم شده هنوز چیزی نزدیک 900 دلار کم بوده بودجه دارم. میگم دوستانی که بخوان کمک کنن میتونن برن به سایت من khosrofqabahat.com، اونجا میتونید از طریق صندوق پستی، یعنی مثل یه نامه
کمک مالی کنید، میتونید از طریق کریدیت کارت کمک کنید، از طریق پیپال. دیناری به خودم نمیرسه هیچی. ماه قبل و دو ماه پیشم از جیب خودم تازه پولی هم گذاشتم. فقط اینا رو دارم میگم برای اون دوستانی که نشستن فقط به به چه چه میکنن و کمک نمیکنن. من بازم گفتم نسل سوخته من هیچ وقت بهش امدادهای غیری نمیرسه. میخوام به شما دوباره تکرار کنم که چرا ارتجاع 57 هنوز که هنوزه در جلوی دوربین ها به محمد رضا شاه پهلوی حمله میکنه، چرا ارتجاع 57 هنوز به شما دروغ میگه؟ به خاطر اینکه دلیل حملشون به پهلوی ها این بود که نمیخواستن زمین ها به دهقانان داده بشه. فراموش نکنید خمینی هرگز نمیخواست پس از سال 57 این زمین ها پهلوی دهقانان بمونه، ولی کار از کار گذشته بود دیگه، زورش نمیرسید. حالا امروز داره انتقامش از مردم ایران میگیره. تمام جنگل های ایران رو دارن خصوصی میکنن، دارن به اصطلاح ملا میکنن، بالا میکشن. آبهای زاینده رو اونو کجا رفت؟ انتقام خمینی از انقلاب سفید شاه مردمی بود که شما رو زاینده رودتون خشک شد، دریاچه ارومیه‌مون خشک شده، آب لوله کشیتون مسمومه. کینه شطوری آخوندی رو فراموش نکنید هیچ وقت. امروز کشاورزی ایران نابود شده، همه چی تو از چین وارد میشه و از فلان جا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اومدن تمام انحصار واردات محصولات رو به آخوندها دادن و هر آخوندی که یک جنسی رو انحصار وارداتش داره هیچ علاقه ای نداره که ما خودمون تولید کنیم، میخواد وارداتمون بیشتر بشه. مثلا آقای کروبی گویا یه مدتی دارو، مثلا انحصار دارو اگه اشتباه نکنم دستش بود. خب این آقای کروبی مگه مریض بود بذاره ما خودمون دارو تولید کنیم؟ وقتی انحصار دارو در واردات دارو دستشون بوده میخواسته بچاپه دیگه، تولیدات داروسازیمون از بین میره. فلان آخوند بهش میگن آخوند مورچه، مثل اینکه جنتی، نه اشتباه نکنم انحصار واردات چای یا برنج هم چیزای دستش، حالا حضور ذهن ندارم. خب اونم میخواست اونها نابود بشه. کشور ما امروز با روزگاری در میانه، در روزگاریه که عینهو دوران قاجاره و همون سلطنه ها و دوله های قاجاری این بار بچه هاشون و نوه هاشون همه به نام دکترای افتخاری، دکتر فلان در دانشگاه آمریکا برای ما تز میدن. امروز برنامه رو میخوام ادامه بدم با چند تا سند برای شما، چون اون برنامه قبلی من وقتش تموم شده بود متاسفانه نرسیدم. اول از همه میخوام برای یادآوری دوباره تصویر شماره یک رو بذاریم. آقای مهندس شریعتی گرامی، به یاد مرحوم روحانی شادروان که آقای مهدی بازرگان، همون آقای مهدی بازرگانی که وایس آف آمریکا همیشه براشون روزه میخونه، با شقاوت خاص خودشون ایشونو کشتن در فروردین سال 58. کشتنشون به همین راحتی، و دلیل این کشتنشون هم این بود که این مرتجعین نفرت بسیار زیادی از انقلاب سفید داشتن. آقای روحانی مدتی وزیر آبرق و اینا بود و وزیر کشاورزی بود آخرین پستش، و اتفاقا در زمینه اصلاحات ارضی خدمات بسیار زیادی به جامعه ایران کرده بود و آقای مهدی بازرگان باید انتقام میگرفت و آقای منصور روحانی رو کشتن، اعدامش کردن. تصویر فکر کنم الان دیده میشه، نه؟ آقای منصور روحانی همونطور که در برنامه قبل دوستان میتونن برنامه سه شنبه‌ام رو ببینن، آقای روحانی در زندان بودن، حکم میخواستن آقای خلخالی هم ایشونو اعدام کرد. نامه می نویسه با آقای بازرگان، همون بازرگانی که وایس آف آمریکا دلش براش میسوزه، و میگه آقای مهدی بازرگان شما من رو متهم کردید که من در 14 سال وزارتم کشاورزی ایران رو نابود کردم. میگه جناب آقای بازرگان، من قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین بردن. میگه این نامه آقای مهندس منصور روحانی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی دوره پهلوی از درون زندان خطاب به مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت نوشته میشه.
ایشون در کابینه حسن علی منصور بودن که میدونید ایشون هم ترور میکنن فدایان اسلام، که من در برنامه دیگری روابط بسیار نزدیک جبهه ملی و فدایان اسلام و سند برای شما گفتم. بعد در دوران امیرعباس حمید، از امیرعباس حمید روانشاد که اونم توسط هواداران جبهه ملی، هواداران چپ کلاسیکمون و هواداران آقای خمینی به قتل رسیدند، ایشون در اونجا هم در کابینه ها بودن. بعد ایشون در این نامه بر برنامه قبلی براتون خوندم، ایشون در 22 فروردین 58 در دوران حکومت هواداران روانشاد، همیان عزیزمون دکتر محمد مصدق و هواداران آقای خمینی به قتل میرسن در زندان، حتی اعدام انقلابی میشه. ایشون میگه جناب صبر کنید من قسمت رو براتون بیارم. بله دفعه قبلا براتون خوندم که ایشون در این نامه‌شون دقیقا از نیشکر، تولیدات نیشکر رو پیش از اصلاحات ارضی با تولیدات نیشکر پس از اصلاحات ارضی مقایسه میکنن، تولید پنبه، دانه های روغنی، مصرف کود شیمیایی، کاربرد تراکتور، گندم تولیدات و واردات اون رو، مصرف نان شهرها، مصرف نان روستاها، تولیدات واردات محصولات کشاورزی ما رو، تولید شیر، مرغ و تخم مرغ در ایران رو پیش از اصلاحات ارضی، پس از اصلاحات ارضی، همه اینها رو با ارقام بسیار دقیق برای آقای مهدی بازرگان فرستاده بودم. من قسمتی از اینها رو در برنامه پیشین برای دوستان عزیز بینندگانمون خوندم. اگه دوست دارید این ارقام رو بشنوید، در برنامه روز سه‌شنبه به طور کامل اینها رو بیان کرده بودم. نکته‌ای که در اینجا برای من بسیار غم انگیز، سپاس از این تصویری که آقای مهندس شهرتی گذاشتید، اینه که دوستان عزیز این نامه بسیار مستنده. برنامه قبلی هم قسمتی رو براتون خوندم. چیزی که دل من رو به درد میاره اینه، آقایون و خانمایی که 34 سال در این رادیو تلویزیون ها برنامه داشتن، اومدن به دروغ به شما گفتن که اصلاحات ارضی کشاورزی ایران رو نابود کرده. آقایی که نامش رو نمیارم حتی ادعا کرده بود که فئودال ها اربابان مدیران جامعه بودن، مدیران روستا بودن، چون پدر ایشون در فکر کنم نزدیکی گلپایگان نواده، این بحث نمیخوام شدم، خودشون خان بودن. دوست عزیز، همین عزیز دل من، در کدوم جامعه شناسی شما خوندید که فئودال ها مدیران دلسوز جامعه هست؟ کدوم آمار رو شما ما نشون میدید که کشاورزی ایران عقب رفت کرده؟ من در برنامه روز سه‌شنبه هم آمار روانشاد منصور روحانی رو براتون خوندم. خب شاید بگید این وزیر بوده دروغ میگه. من برای اون دوست عزیزمون، خانزاده عزیزمون که بهش هم احترام قائلم، که ادعا میکرد کشاورزی ایران نابود شد، اینو بگم. اصل واردات کشاورزی دال بر سقوط کشاورزی کشوری نیست، بلکه آماری که من روز سه‌شنبه خوندم به شما نشون میداد که اتفاقا تولید محصولات کشاورزی در ایران مثلا نیشکر 6 برابر شد. 6 برابر شد در ظرف 15 سال، یعنی پس از اصلاحات ارضی در ایران 6 برابر شد. تولید گندممون 2 تا 3 برابر شد. این مثالایی بود که من با ارقام و آمار به شما دادم. ولی ما چرا وارد میکردیم؟ دلیل دیگری داشت. چون در این 15 سال 20 سال درآمد سرانه ایران از 150-200 دلار به بیشتر از 2000 دلار رسیده بود. یعنی چی؟ یعنی تو جیب کارگر و دهقان و مردم ما، خیلی ساده بیان میکنم، ریاضی که خوندیم همون دیگه، 2000 دلار چند برابر 200 دلاره؟ 10 برابرش. یعنی چی؟ یعنی به طور متوسط تو جیب مردم ما، دولتمون، حکومتمون، مردممون، کشورمون، آقا کشورمون به طور متوسط درآمدش 10 برابر آقا میاد تو جیب مردم. و اینو ما شاهدش بودیم، ما شاهد این بودیم. برید از پدر و مادراتون بپرسید، امیدوارم سن بالا پهلوتون باشن و بتون از سوال کنید آقا در از سال 42 تا 57 چه اتفاقی در شهر و روستای ایران افتاد، چقدر وضع زندگی مردم بهتر شد. خب خیلی ساده است، وقتی شما بگیم حالا 10 برابر هم نه، آقا بگیم 5 برابر، نه آقا 5 برابر هم نه، آقا درآمد بگیم 2 برابر، یه 2 برابر که نمیتونید زیرش بزنید، آمار میگم 10 برابر، ما میگیم نه 2 برابر.
شما وقتی دو برابر بیشتر پول تو جیبشون باشه، دو پول تو جیبتون باشه، معمولا دو برابر هم بیشتر خرج میکنی. وقتی تو یه زمانی تو این کشور همون اواخر دوران قاجار به گفته بعضی کتاب ها که اتفاقا شاهی ها هم ننوشتن چیزی بین 5 تا 10 میلیون ایرانی، البته من واقعا خودم هم اینو خوندم اول باورم نمیشد که در جریان جنگ جهانی اول، حالا اونجا نوشته 10 میلیون، ما 10 میلیونش هم بیخیال میشیم میگیم 2 میلیون ایرانی از قحطی میمیرن. آیا این آدم باید دکترای اقتصاد داشته باشه که بفهمه که زمانی که درآمد سرانه ایران به 2000 دلار میرسه متوسط، این ایرانی جماعتی که یه روزی از قحطی میوردن شروع میکنن غذاهای خوب، مواد غذایی بیشتر و کیفیت بیشتر ازش استفاده کنن؟ رشد جمعیت ایران رو شما نخوندید؟ نخوندید، نرفتید تحقیق کنید آمار مرگ و میر کودکان ایران رو؟ نرفتید آقایون 57 بخونید که سن متوسط ایرانیان 30 سال بود؟ 30 سال، بله 30 سال به طور متوسط عمر مردم ایران بود زمانی که رضا شاه به این کشور اومد و زمانی که پسرش رو با فوش از ایران بیرون کردید، سن متوسط مردم ایران چیزی بین 65 تا 70 سال بود. یه بار رفتید آمار مرگ و میر کودکان نوزادان رو بخونید در دوران قاجار و در دوران محمد رضا شاه؟ اون موقع میفهمیدید که با اینکه کشاورزی ما رشدش 2 برابر 3 برابر شده بود، به خاطر اینکه درآمد مردم ایران بالا رفته بود، همون دهقانی که یه روزی برده بود پول محصول کشاورزیش تو جیبش میرفت دیگه گشنه نمیخوابید، که کارگر ما که سهیم شده بود در سود کارخانه جات درآمدش بالا رفته بود، ماشین پیکان کار میگرفت، برید بپرسید از پدر مادرتون. دیگه اون زمانی نبود که یک کارگر ایرانی عکساش هست، من میتونم عکسا رو بیارم بهتون نشون بدم، کارگرای ایرانی در دوران همون سفرنامه خوزستان رضا شاه رو برید بخونید ببینید چی نوشته از وضع کارگر ایرانی در اون صنایع. اون موقع میفهمید اون کارگری که با یه قرص نون و یه ماست آوچی تمام غذاش روش بود، همون کارگر در دوران محمد رضا شاه کمتر از چلو کباب ناهارش نبود. اینا وقایع کشورمون. حالا اون آماری که روز سه‌شنبه براتون خوندم از روانشاد منصور روحانی بود که انقلابیون 57 در 22 فروردین 58 بدون اینکه وکیل مدافع داشته باشه کشتنش. نامش هم برای مهدی بازرگان فرستاد. مهدی بازرگان هرگز انقدر شرافت اخلاقی نداشت که به این نامه جواب بده. و این آقایون 57 هم که همه جا برنامه دارن، یک بار این شرافت اخلاقی رو نه آقای محمد لنین داشت و نگه دیگه فقاش که بیام نامه این مرد رو یه بار بخونم، که این آدمی که کشتنش، آقا این یه دفاعی هم از خودش نوشته، بیام برای شما اینا رو بخونم. نه اینا رو نمیخونم، ولی هر روز برای شما فوشنامه به پهلوی مینویسم. برای همین امروز اومدم کتاب پاره پوره است. نخندید به من، این کتاب من نزدیک 30 خورده سال دارم این کتاب رو. نام این کتاب از تاریخ ایران، جلوی دوربینم میگیرم دیده میشه دیگه، امیدوارم تاریخ ایران، چرا جلدش هم بگیرم چون پاره پوره است انقدر خوندنش که این تاریخ جلدش. تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، انتشارات پویش، همه نویسنده هاشم روسی هم، جلوی دوربین هم دیده میشه یا نه، ولی ما میگیریم دیگه. همه نوشته هاشم مال نویسنده هاشم اتحاد جماهیر شوروی هست، مثل آقای پتروشفسکی، مثل آقای ایوانوف، اینا خیلی معروف هست. ترجمه خسرو کشاورزی که قربونش برم چپی بود. انتشارات پژوهش تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، چاپ اولش هم چون این در دهه 70 میلادی شوروی نوشته شده بود، بعد از ضد انقلاب 57 که اکثر کتابخونه ما دست توده‌ای بود، این کتاب در سال 1359 یا 2339 شاهنشاهی ایرانی در جمهوری اسلامی چاپ میشه. من چاپ سومشو دارم مال سال 61 و تا دلتون بخواد اینو خوندم. در این کتاب دوستان عزیز آماری وجود داره که این آمار رو من در برنامه خودم در یه رسانه دیگه هم خوندم، از بخش 31ش. دوستان عزیز من اینا رو جلوی دوربین میگم،
نمیدونم دیده میشه یا نه، فصل 31 همین کتاب که یک چپی ترجمهش کرده، دشمنان شاه در شوروی نوشتن، در زمان جمهوری اسلامی چاپ شده. بخش فصل 31 نوشته پیشرفت اقتصاد و صنعت، دگرگونی روش آموزش و زندگی اجتماعی ایران، احزاب و پیکار طبقاتی. ببینید دوستان، من الان 20 دقیقه وقت دارم، سرتون رو درد نمیارم با آمارها، ولی یکی دو تاشو براتون میخونم. اینو دشمنان پهلوی نوشتن، اینو جریان انقلاب سفید و شاه مردم توده‌ای که دشمن شاه بودن ترجمه شوروی هم نوشتن، جمهوری اسلامی هم چاپ کرده. نوشته پس از 15 سال، یعنی از آغاز سالهای 60، این میلادیه، یعنی همون 40 هجری الفرار خمینی، ببخش آقای محمد ابن عبدالله روانش هم شاد باشه، ببینی به کسی هم توهین نمی کن. میگه پس از 15 سال، یعنی از آغاز سالهای 60 میلادی تا نیمه سالهای 70 میلادی، اقتصاد ایران از پیشرفت چشمگیری برخوردار بود. آقای محمد لنین گرامی عزیز، نام از فامیلتون رو نمیگم، فقط لقبی که دوستانتون به شما دادن رو میگم، اینا دوستان کمونیست شما نوشته بودن، کشور گام‌های مهمی به منظور از میان بردن پسماندگی اقتصادی برداشت. جمع محصولات ملی در سال‌های 1962-63 و 1972-73، یعنی ظرف 10 سال از اونجرم اینو بله میگه از 340.4 میلیارد ریال به 1226 میلیارد ریال طبق نرخ روز رسید. اینو توضیح بدم، قبل از افتضاح 57 میدونید دلار 7 تومن بود، یعنی 70 ریال یه دلار بود. فکر نکنید ارقام کمه ها، الان مثلا شما یه گونی ریال میبرید یه دونه آفتابه بخرید، این همین روشنفکران اقتصاددان مثل آقای بنی سعد بودن که کشور رو به این فضاحت انداختن. اون موقع ریال ارزش داشت، برای همین الان مثلا شما یه میلیارد ریال میبرید یه آفتابه بهتون میدن. ها نه، اون زمان یه میلیارد ریال مثلا یک چی میگه خیابون میتونستی، هم چی شهر میتونستی بخری. میگم آقای بنی صد اقتصاددان عزیزمون در رفقای مارکسیست و انقلابی مون رفتن انقلاب کردن که شما امروز مثلا یه میلیارد ریال میدی یه مسترا میتونی بخری. ببخشید شوخی هم میتونیم بکنیم دیگه، شوخی البته نیست، غمت تو این شوخی من خیلی غم توشه. اون سالهایی که به قول اینا اقتصاد ایران خراب شده بود ولی دلار 7 تومن بود، براتون دوباره میخونم کتابی که شوروی ها دشمنای شاه نوشته بودن، اینم سند، ببینید از خودم نمیگم، براتون دوباره میخونم. میگه جمع محصولات ملی در سالهای 62-63 میلادی تا 72-73 میلادی از 340.4 میلیارد ریال به 1226 میلیارد رسید. حالا یه سرجمعی کوتاه، یه چیز نزدیک 3-4 برابر. بعد چون اینا سنده ممکنه سرتون درد بیاد، من همشون نخونم شاید بهتر باشه. ببینید کشاورزی، مثلا تولید پارچه‌های نخلیمون ببینیم، مثلا یه صنایع داخلیمون. میگه تولید پارچه‌های نخلی در ظرف سال‌های 1955-56 تا 1972-73 تقریبا 9 برابر افزایش یافت. صفحه 596. بعد میگه از 55.6 میلیون متر در اون سالها به 495 میلیون متر در سال 1973 رسید. ببینیم تولید شکر چی شده، این در صفحه 597 میگه. میگه تولید شکر هم افزایش یافت، همکنون در سراسر ایران 30 کارخانه قندسازی مشغول کار است. این میگم قبل از افتضاح 57 بود، بعد از سال 57 ترجمه میشه داخل ایران میگه. بیگه تقریبا 4/5 نیازمندی داخلی شکر ایران رو تولیدات ملی تامین میکند. حالا من از شما سوال میکنم، آقایون ملی، آقایون روشنفکر، چه پاسخی دارید به دهقانان حومه اصفهان بدید، به مردم حومه اصفهان بدید که امروز از بدبختی باید برن تو خیابون و نیروی انتظامی به جونشون بیفته؟ پاسخ اونها رو بدید. شما ها رفتید انقلاب کردید دیگه و هنوز میشینید جلوی دوربین میگید اصلاحات از این نادرسته. خدایا اینم شکرمونو گفتیم، اونم پارچه های نخلی بود. من همه رو نمیخونم براتون، چون میگم آمار خوندن در این کشور کفره. فقط باید نشست فوش و توهین به پهلوی ها داد تا روشن فکر بشید.
تا شما رو در وایس آف آمریکا به عنوان محقق معرفی کنن. خب اینم یه چیزی هم در واقع یکی از دوستان عزیز روشنفکرمون که من نامشون نمیتونم بیارم الان، ادعا کرده بودن که دوران پهلوی مسجدسازی وقت میشده. این محمد رضا به گفته اینها انقلاب سفید کرد که مردم بی سواد بمونن. من به این دوست عزیزمون که از اتفاق رفقای آقای محمد لنین هم هستن، از صفحه 607 این کتاب که گفتم اینا شاهیان ننوشتن، نویسندگانش همه مال اتحاد جماهیر شوروی هست، از صفحه 607 براتون میخونم. میگه، خوب دقت کنید، جمع دبستان ها از 9900 در سال 1960 به، خوب دقت کنید، به 15900 دبستان در سال 1972 رسید. جمع کل دانش آموزان دبستان ها در سال 1972-73 به 3.5 میلیون نفر رسید. در پی این اقدامات جمع باسوادان ایران از سال 1956 تا سال 1972 بیش از 4 برابر شد. و میگه از 1.910 میلیون نفر به 8.225 میلیون نفر رسید. دوستان عزیز، من امیدوارم که این آمار زیاد شما رو ناراحت نکرده باشه. شاید یکی از دلایلی که به برنامه من کمک نمیشه اینه که این مسئله همیشه مستند میگه. همیان روشنفکر و عزیزمون آقای علی میتفتروس، روان شاد باشه. ببخشید آقای مهند شهرتی گرامی، من خواهش میکنم یه تصویر دیگه بذاریم از جنایات دوران پهلوی اگه امکان داره. یکی از جنایت هاشون سپاه دانش بود. تصویر شماره 5. بله، تصویری که میبینید یکی از جنایتکاران نظام پادشاهی رو در حال سواد آموزی به کودکان ما سپاه دانش رو نشون میده. چون این دوستان روشنفکرمون دیدم در یکی از برنامه هاشون داشتن میگفتن که یکی از خیانت های محمد رضا شاه پهلوی انقلاب سفید بوده. شما در این تصویر شاهد یکی از جنایت های هواداران پادشاهی هستید، سپاه دانش. چه صحنه واقعا غم انگیزی. ببینید خیلی دارم روشن فکر میشم دیگه، دارم به پهلوی حمله میکنم. دوستان آقای شرعتین تصویر رو بذارید باشه تا صحنه دلخراش جنایت پهلوی دل تماشاچیان رو به درد بیاره بیشتر. دوست عزیز خوبم، دوستان افتخار میکنم دیروز یه 2 ساعتی با روشن فکر عزیزمون آقای علی میتفتروس افتخار داشتم صحبت کنم باشون. افتخار میکنم که کتاب ایشون رو آقای آسیب شناسی شکست رو همیشه داشتم مطالعه کردم. بسیار به دوستی و آقای علی میتفتروس افتخار میکنم و خوشحالم که ایشون هم قول دادن یکی رو از کتاباشون هم با امضای خودشون برای من بفرستن. میگم بعضیا ماشین نو میخرن، من افتخارم اینه که روشنفکرانی مثل آقای دکتر انصاری، آقای علی میتفتروس، آقای شمشیری کتاباشون حتی برام امضا شده میفرستن و افتخار من اینه. خب هر کسی به چیزی افتخار میکنه. دیروز با آقای علی میتفتروس صحبت میکردم، پای تلفن یک گفته‌ای رو من گفتم که بسیار زیبا بود. سپاس آقای شهرتی از این تصویر. آقای مهندس شهرتی، ببخشید، آقای علی میتفتروس پای تلفن به من یک نکته رو گفتم که من این رو البته نوشتم و دارم بتونم برای شما درست بیان کنم. میگه، امیدوارم اینو درست بتونم براتون بخونم چون خط خودم بعد نیمارا خیلی، میگه مشکل جامعه سیاسی ایران مشکل مالی و اقتصادی نیست، مشکل ما مشکل آلودگی سیاسیه. ما باید اول اعتماد سازی کنیم. آقای میفتروس اینو دیروز پای تلفن من میگفتن، نقل قول از ایشونه. ایشون دیروز به من پای تلفن گفتم و واقعا هم کاملا با ایشون موافقم که مشکل جامعه ما مشکل فرهنگیه. مشکل سیاسی جامعه ما ریشه از مشکل فرهنگی ما داره و ایشون به درستی گفتن که ما باید اعتماد سازی کنیم، باید اعتماد مردم رو به دست بیاریم. ببینید دوستان عزیز، من دیروز داشتم درباره ایشون صحبت میکردم، ایشون یک نکته گفتن
در واقع کسانی که در واقع پدر و پسر پهلوی، آن پدر و پسر، و ایشون در اونجا یادی کردن از یکی از گفته های روانشاد خلیل ملکی. خلیل ملکی به گفته ایشون گفتن بسیاری از شخصیت های تاریخی هستند که در عرصه سیاست شاید بازنده بشن ولی در عرصه تاریخ پیروز میشن. و اینجا وقتی با ایشون صحبت میکردم ایشون به درستی گفتن که رضا شاه و محمد رضا شاه، شاید محمد رضا شاه تاج و تختش رو باخت ولی در عرصه تاریخ پیروزه. شما میتونید بیاید با آمارهای تقلبی، با دروغهای بی بی سی مردم رو احساساتی کنید. شما میتونید 20 سال یا 30 سال با انحصار رادیوها و تلویزیونها دروغ به مردم ایران بگید ولی اسناد یه روزی از پشت پرده میان بیرون. امثال من با هزار بدبختی هم که شده، من ما 2 ماه قبل از جیب خودم مایه گذاشتم با کمکی از دوستام، یعنی یک دو از دوستام خیلی کمک میکنن، باور کنید از جان و زندگیمون زدیم که من بتونم این برنامه پولشو بدم. ولی ممکنه 34 سال جلوی صدای امثال من رو اون دار و دسته‌ای که همه میکروفون ها رو اشغال کردن بگیرن، ولی یه روز یکی مثل من و امثال من پیدا میشن که بیان جلوی دوربین با هزار بدبختی و اینها رو به مردم بگن. حقیقتا نمیتونید 30 سال، 40 سال، 50 سال جلوشو بگیرید. گاته های اشو زرتشت که نوای روشنایی بودن هزارها دوام یافتن. نه سعد ابن ابی وقاص تونست اونها رو نابود کنه، نه گجستک اسکندر، نه چنگیز خان مغول. آری خلیل ملکی درست میگه، بعضی از سیاسیون ممکنه در عرصه مبارزه سیاسی بازن ولی در عرصه تاریخ پیروزن. و به زیبایی به نظر من محمد رضا شاه پهلوی نام اون دفاعیه خودش رو نوشت، پاسخ به تاریخ. من منصور روحانی رو به شما نشون دادم، میخوام تصویر شماره 6 رو بذاریم، تصویر دلخراش از روانشاد عاملی تهرانی، اگه امکان داشته باشه آقای مهندس شرعتی گرامی. عاملی تهرانی پانیرانیست بود و همون انقلابیون 57 به ناروایی و بیشرمی رو کشتنش. عاملی تهرانی شاید به این دلیل کشته شد، یکی به خاطر افشاگریایی که درباره سینما رکس آبادان می‌خواست بکنه و یه بارم شاید به خاطر اینکه او یک انسانی بود که حاضر نشد مانند بعضی از دروغ پردازان به اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم حمله بکنه. عاملی تهرانی در رساله نظرات انتقادی و تکمیلی خودشون رو حزب پانیرانیست گفته بودن به لوایح ششگانه و در قسمتی از اونجا میگه بنابراین قبل از هر چیز حزب پانیرانیست به خاطر آنکه موضوع تقسیمات ارضی و در ایجاد این تحول بسیار موثر بداند، به خاطر اینکه شدیداً معتقد به لزوم ایجاد تحول و تغییر شکل جامعه روستایی ایران میباشد، عقیده داشت باید در امر تصویر ملی شرکت نبود و پاسخ آری داد. این جریان رفراندوم 6 بهمنه. شاید به خاطر همینه که اونها ریختن و عاملی تهرانی رو اینگونه کشتنش. دوستان عزیز، پانیرانیستا رو هم میخواید به اصطلاح و گفته خودتون شاه اللهی خطاب کنید، عاملی تهرانی رو چرا کشتید؟ چون اعتقاد داشت که اصلاحات ارضی کار خوبی بوده، یا اینکه میخواست اون جنایت سینما رکس رو افشا کنه زدید کشتینش؟ امروز خیلی دوست داشتم چون این ماه بهمن و اسفند یادواره و یاد اون کشتار غیر انسانی از میهن پرستانه، همین بهمن و از بهمن شروع میشه دیگه، 22 اینا پیروز میشن، اسفند و فروردین و اردیبهشت قتل عامی میکنن از میهن پرستان. و من میخوام یا بار از منصور روحانی بگم، یه بار از عاملی تهرانی بگم، اینها رو به قتل رسوندن به خاطر اینکه ایرانی بودن، ایران دوست بودن.
عاملی تهرانی گناهش چی بود آقای محمد لنین که کابینه مهدی بازرگان اونو به قتل رسوند؟ مسئول آقای مهدی بازرگان. ما پاسخ میخوان. این که آقای علی رضا نام فامیلشو نمیگم همیشه میاد قسم حضرت عباس میخوره که نه مهدی بازرگان دلش نمیخواد، جوابی برای من نیست. مهدی بازرگان 9 ماه نخست وزیر باقی موند. در دوران نخست وزیریش صدها انسان پاک بدون داشتن دادگاه قتل عام شدن و ایشون ککش نگزید، فقط به خاطر گروگانگیری سفارت آمریکا استعفا کرد. پاسخ مهدی بازرگان به تاریخ چیه؟ قسم حضرت عباس آقای علیرضا فامیلشو نمیگمه؟ دوستان عزیز، ما اینجا هستیم که پاسخ بدیم به تاریخ. ما باید سخنگوی تاریخ باشیم. تاریخ پاسخ داده. شما به گوشه کنار ایران نگاه کنید، جز خدمات این پدر و پسر چیز میبینید؟ بذارید اونها فیلم آرگو رو بسازن، بذارید با پولهایی که برشون میرسه برنامه بخرن، بذارید من از نون شبم بزنم، ولی این برنامه ادامه پیدا کنه تا بتونم تو این برنامه صدای نسل سوختن باشم. 2 دقیقه وقت داریم، سپاس از شما. چند سال بعد طول میکشید تا یه نفر مثل من از نسل سوخته حق داشتن برنامه تلویزیونی داشته باشه؟ 34 سال. همه جا اونها نشسته بودن، هرچی دلشون میخواست تاریخ رو تحریف میکردن. امروز برای شما قسمتی از آمار این کتاب رو خوندم، این کتاب که خود دشمنان پهلوی چاپ کرده بودن. برنامه بعدیمون امروز دیگه میگم وقت 50 دقیقه نمیرسه، چون من امروز میخواستم چند تا نقشه به شما نشون بدم از کتاب آقای دکتر زنجانی در رابطه با تحول جمعیت روستایی و شهری، اونا رو دفعه بعد انجام میدم، و یه سری آمارهای دیگه. میگم وقت زود میگذره، منم شاید سخنران خوبی نیستم نمیدونم، ولی امیدوارم برنامه شما، برنامه که به شما ارائه کردم، سر نخی داده باشه که خودتون برید تحقیق کنید. من دفعه دیگه یه رو 20 دقیقه میخواستم این دفعه هم این کار بکنم، آمار تغییر جمعیت شهر روستا رو برای شما میارم، سال 35، 45 و 55، و با نقشه های تغییر جمعیت که امروز وقت نشد نشون بدم، که به شما ثابت میکنه که دروغ گفتن به شما درباره تاثیر منفی اصلاحات ارضی در تغییر جمعیت شهر روستا. چرا؟ چون اگه بخوایم این تغییر جمعیت رو مقایسه کنیم، باید قبل از اصلاحات ارضی رو هم ببینیم، نه فقط بعدش. اینو دفعه دیگه انجام میدم. امیدوارم از برنامه من راضی بوده باشین، به کسی توهین نشد، همه صحبتام سعی میکنم مستند باشه، درد دل نسل سوخته باشه که به خاموشی محکوم شده بود، و اونهایی که ایران رو آتش زدن همیشه جلوی میکروفون و رادیو و تلویزیون بودن، خودشون میدوختن و میبافتند و خودشون برای همدیگه دست میزدن. و دوستان عزیز، من امروز آخرین روز فوریه است، من اصلا خوشم نمیاد این مطلع رو بگم، چون حقوقی که نمیگیرم هیچی دارم هر ماه از جیب خودم هم خرج میکنم. آقا ما 2000-3000 دلاری باید هر ماه خرج این ماهواره بکنیم برای این برنامه، حالا هر چی هست همینی که هست. اگه میخواید برید به سایت من، میتونید از طریق کریدیت کارت، از طریق پیپل، یا اینکه نه، اگه هر جا هستید میتونید، نمیخواید نامتون هم باشه، اون صندوق پستی که اونجا گذاشتم مثل آدرس یه نام، میتونید نامتون رو به اون آدرس بفرستید، میتونید لاش یه 20 دلار 30 دلار هم شده بذارید، اگه نمیخواید از طریق کریدیت کارت کمک کنید، مثل آدرس خونه مونه تو اداره پست. چرا گذاشتم تو اداره پست؟ که اگه بمبی میاد دیگه خونه ما ببخشید نیاد، برای همونه، برای نه آدرس خونه ما میدادم. اگه این عرازل و باش اسلامی میدونی که چیکار میکنه، ما یه اداره پسته، شما میتونید نامتون رو بفرستید به اون اداره پست، هست PO Box 8 یه کما A خط فاصله 1142 وینا آستریا. این تو اون سایت هم گذاشتم. پیپل و کریدیت کارت هم اونجا لینکش هست. اگه میخواید این برنامه اداره داشته باشه، من دیگه ماه دیگه نمیتونم از جیب خودم پول بدم، و برای همین خواهش میکنم به این برنامه کمک کنید. آقای مهندس شرعتی، ببخشید 2 دقیقه اضافه وقت گرفتم. دوستان عزیز، تا روز سه‌شنبه شما بدرود میگم. پاینده ایران.